خدا، با درود خدا به روان پاک اشرفندیا، با عرض سلام و سپاس فراوان از شما بینندگان ارجمند، با پوزش از تأخیر دو سه روزه ای که به دلایلی که عرض شد غفلت شد از بودن با شما، به ادامه گفتگو درباره استنتاج پایانی از آیه شماره 102 و سوره بقره میپردازیم و بعد به آیه بعدی اشاره میکنیم. گفتیم که در ارتباط با موضوع هدایت و ضلالت، بشر خودش انتخاب میکنه که میخواهد که هدایت بشود یا میخواهد که گمراه بشود، ولی انسان در فطرت خودش دارای همه آیات الهی، علم به همه آیات الهی، علم به همه کائنات و امکان و استعداد و ظرفیت هست و علم بیان رو میدانه به صورت علم لدنی، علم ذاتی، علمی که خدا در وجود اون احاطه میکرد و این به شهادت سوره رحمان است. دو نوع پیامبر در زندگی انسان ظهور میکنند و دو نوع پیامبر و هر دو هم پیامبر هستند و هر دو هم راست میگویند. پیامبرانی که از طرف خدا هستند و هستند، اما این پیامبران رو ما به وجود می آوریم. این پیامبران وجود دارند، همه اینها هم دریافت فرمان و حکم از طرف خدا کردند، هم پیامبران شیطانی هم پیامبران رحمانی، هر دوی اینها از طرف خداوند هستند و هر دوی اینها دارای حکم هستند و هر دوی اینها دارای جواز و فرمان نبوت و پیامبری هستند. گروهی از ما پیامبر رحمان رو نگاه میکنیم ولی نمیبینیم، مثل این همه انسانی که در زمان خود رسول اکرم خب میدیدن او رو که بالاخره یک آدمی است به نام محمد، یک انسجامی دارد، یک جسمی دارد، یک هویتی دارد، چیزی نبود که کسی نتواند او رو ببیند. ادعای او رو هم شنیدن که گفت من پیام آور هستم، چه هستم، اونها رو هم دیدن، خود او رو هم دیدن، اما نشناختن و او رو به پیامبری قبول نکردن. در همون زمان هم پیامبرانی بودن که پیام شیطانی داشتن، به خصوص تعداد این پیامبران در زمان ابوبکر که خیلی هم در تاریخ آمده است که تعداد کمی هم نبودن. پس هم پیامبران رحمانی هم پیامبران شیطانی وجود دارند در بازار و فطرت ما در داشتن دین توحیدی و علم به دین توحیدی در وجود ما نهادینه است. اما در مقابل همه اینها اعمالی که ما انجام میدهیم، نیروی ارادی ما، نیروی تصمیم گیرنده ما حاکم بر این موضوعات است. یعنی ما میتوانیم با نیروی ارادی که خدا به ما داده خود رو گمراه کنیم یا خود رو هدایت کنیم. در اثر اعمالی که انجام میدهیم میتوانیم گمراه شدیم، با همین اعمالی که انجام میدهیم میتوانیم هدایت بشدیم. اعمال ارادی ما اگر راضی کننده شیطان باشد، ما شیطان رو به عنوان پیامبر میپذیریم و دریافت های شیطان رو به عنوان دریافت های هدایت قبول میکنیم. پیامبری برای شیطان بودن، پیامبری برای اهریمن بودن، دو نوع و دو گروه از پیامبران هستند. یکی خود ما هستیم که پیامبر هستیم و خود ما هستیم که شیطان هستیم و خود ما رو به گمراهی میکشانیم در اثر اعمال شیطانی که انجام میدهیم.
تابع شیطان می شویم. وسوسه شیطان رو باعث می شویم. وسوسه شیطان رو باعث می شویم. و وسوسه شیطان رو پذیرا می شویم. و شیطانی می شویم. و دین شیطانی می پذیریم. شیطان مستقل از ما و مستقل از خدا نیست. شیطان پیام های شیطانی را هم از طرف خدا می آورد. اما پیام هایی است که جنبه عکس العمل نسبت به عمل ما دارد. می گوید که در آیه شماره 5 یا 6، حالا شماره آیه در نظرم نیست، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، که در قلبهای اونها خدا مرضی قرار داده. این مرض همون شیطانی که خدا فرستاده. شیطان رو غیر از خدا کی میفرسته؟ پیام شیطانی رو هم غیر از خدا کی میفرسته؟ پیام شیطانی پیامیست که از سوی خدا از طریق شیطان به ما میرسه. شیطانی که خود ما هستیم، شیطانی که قلبهای ماست. در قلبهای اونها مرضی میگذارد به واسطه دروغی که میگفتند، اکتساب کردند بر اثر اعمال ارادی که انجام دادند، تکفیری که کردند، تکسیبی که کردند، تحریفی که کردند، مرض قلبی، روانی، معنوی وجود اونها را گرفته. یعنی با فعل ارادی خود دعوت کننده یک پیامبری به نام شیطان شدن. اسم این پیامبر شیطانی عارضه قلبی است و خدا میگوید کار این شیطان که من فرستادم، خدا فرستاده است. ما باعث شدیم که در مقابل عکس العمل عملی که ما انجام دادیم این شیطان به وجود بیاید، طبق قانون خدا، و بر ما مسلط شود. با وجودی که همین شیطان هم که ما به وجود آوردیم به عنوان معلول امداد به ما اخطار میکنه، من شیطان هستم، من برای آزمایش تو آمدم، انما نحن فتنتون، ما برای فتنه آمدیم، ما برای آزمایش آمدیم، ما شیطان هستیم. اون وقت از این مرحله به بعد که ما این شیطان ها رو میپذیریم، یعنی ایمان آوردم، من پیرو تو شدم، اون وقت شیطان پیامبر ما میشه و ما تابع شیطان. این یک سری از انبیایی است که خدا میفرسته. ما باعث میشویم، خدا میفرسته. تابع قانون خدا، تابع قانون عکس العمل در مقابل عمل، یا به زبان قرآن تابع قانون اقتصاد. از سوی دیگر پیامبرانی هستند که پیامبران رحمت هستند، اینها در واقع تذکار دهنده هستند برای آنچه که خدا از رحمت و علم و حکمت و دانش و کتابت و تزکیه در فطرت ما نهادینه کرده. اونها رو برمی انگیزند، چون خود پیامبران بعثت می شوند، بر انگیخته می شوند، و اونها هم ما رو برمی انگیزانند در جهت پرستش خدا و در جهت پرستش عمل صالح، پرستار عمل صالح می‌گردن ما. در هدایت رحمانی، پیامبر رحمانی باورمند به خدا می‌سازد و پیامبران شیطانی باورمند به شر و نکبت و شیطان می‌سازند و پیروانی برای هر دو پیامبر وجود دارد، پیامبران وجود دارد. پیامبرانی که ما رو به طرف ظلم نهادند و پیامبرانی که ما رو به طرف عدل میبرند. پیامبرانی که ما رو به سوی جنگ یا پیامبرانی که ما رو به سوی صلح میبرند. پیامبرانی که ما رو به سوی عفت میبرند یا به سوی شهوت میبرند. به سوی قناعت می برن یا به سوی تکاثر می برن.
به سوی خدمت میبرن یا به سوی قدرت میبرن. مقصود این که کاملا ما میفهمیم که این پیامبر کیست. پیام خودش رو روی میز میگذارد و میگوید این پیام من است. پیام رو که دیدیم میفهمیم که این پیامبر از کجا آمده است و اکتساب چه نوع عمل ارادی ماست. آیا از اعمال خیری که انجام دادیم این نعمت الهی بر ما فرود آمده است که یادآور خدا در وجود انسان باشد، یا در اثر اعمال ارادی شری که انجام دادیم دعوت کننده شیطان شده ایم و از او خواسته ایم که در قلب ما سرنشین باشد؟ در این قسمت می‌پردازیم به آیه دیگری از کلام الله مجید، آیه شماره 103 که به این ترتیب شروع می شود که ولا انهم آمنوا واتقوا لمعصبتا من عند الله خیر لو کانوا یعلمون. در آیه شماره 102 اشاره به وجود اختیار در پذیرش شیطان و یا رحمان می کند و می گوید که ایشان پیام شیطان رو خریدن و اختیاراً پیام شیطان رو اکتساب کردن و این نشانی است هم از اطلاع و هم از اختیاری که ایشان داشتن. یعنی در واقع این خرید و فروش اشاره به اطلاع و به اختیار و مسئولیت های ناشی از آن است برای نوع بشر. و ایشان حتی نبوت آزمایش و معاینه کردن رو که عنایت دیگری است که اتمام حجت می کند برای ختم باب دفاع در بشر، اون رو هم زیر پا گذاشتن و در این آزمایش دوم هم سقوط کردن و شیطان و تعلیم و دسیسه شیطان رو در واقع به میل و به جان خریداری کردن. یعنی یک بار انسان خدا در وجود انسان دین و توحید رو نهادینه می کنه، عدالت رو نهادینه می کنه، به آیین و بیان در وجود انسان، در فطرت انسان نهادینه می کنه، انسان فراموش می کنه، خدا پیامبر ارسال می کنه. کار پیامبر جز بیدار کردن چیز دیگری نیست. پیامبران چیز جدیدی به انسان نمی آموزن. پیامبران تنها انسان رو از خواب بیدار می کنه، فطرت های خفته رو بیدار می کنه، به انسان طرقی راه نمایی می کنند و نشان می دهند که انسان بیاموزد که چگونه این آینه غبارآلود رو تمیز کند، چطور این باطلاق رو تبدیل به آب شفاف کند، چطور بتواند عکس خورشید رو در آینه آب ببیند. چون صحبت آینه که میشه اکثر ما آینه های جدید رو به یاد می آوریم. بشر اولین باری که با آینه آشنا می شود با آینه آب آشنا می شود و همه عرفا و بزرگان در طول تاریخ که صحبت آینه می کنند صحبت این آینه چینی رو نمی کنند. این آینه اصلا در چین ساخته شده، البته نه چین بود، در چین گذشته، ولی نوعا از اختراعات و صنایع اون سرزمین های دور آسیاست. آینه ای که عرفان و آینه ای که تاریخ اسطوره‌ای عرفان به او اشاره می کند و در باب متشابهات به او بحث می گیرد آینه آب است. آینه یعنی منعکس کننده یک اصل به صورت عکس و این در آب شفاف و آرام انجام می شده است، چیزی که در باطلاق ها انجام نمی شود. و خورشید در باطلاق اولا به شکل لجن دیده می شود
به شکل سیاه دیده میشه، به شکل بد دیده میشه، مرتب حرکت میکنه و این امواج با گل و لای و رنگ های تیره مخلوط میشود و یک شکل وحشت آوری از خورشید به وجود میآورد. در حالی که همین خورشید در آب زلال، در آینه صاف آب وقتی که تشعشع میکنند، انعکاس تشعشع پرتو خورشید، پرتوهای خورشید، عکس واقعی خورشید رو نشان میدهد و زیبایی های خورشید رو عیان میکند. انسان در وجودش آینه ای هست که صیقل کردن این آینه ارادی است. وجود آینه جبری است و خارج از اختیار انسان. همه انسان ها با آینه داریده می شوند. آینه ای که در دل خود جمع جمعی آیات الهی رو دارد، بر اون می تابه مرتب. اما ما برای اینکه آثار خدا و آیه های خدا رو در آینه ای که قلب ماست، فطرت ماست، ببینیم، باید بتوانیم که در این آینه نگاه کنیم. این آینه در واقع مثل یک دوربینی است که در مقابل آیه های خدا قرار داره و ما عکس آیه های خدا، اثر آیه های خدا رو در این آینه می‌بینیم. جبری است اینجا. ما چیزی در آینه به وجود نمی‌آوریم. هیچ کس نمی‌تواند در آینه چیزی به وجود بیاورد. اما ما می‌توانیم در اون آینه رو به وسیله صیقل زدن به آینه ببینیم. تصویر رو ما می توانیم با نیروی اراده در آینه ببینیم. می توانیم آینه را پاک کنیم، می توانیم آینه را آلوده کنیم، می توانیم در مقابل آینه دیوار نصب کنیم و دیدار به آینه را مسدود و غیر ممکن کنیم، می توانیم دیوار رو برداریم و مستقیما به آینه نگاه بکنیم. بین چشم ما و قلب ما و قلب آینه و قلب خدا از طریق آینه ارتباط برقرار بشود و ما آیات خدا رو ببینیم در مرحله ادراک، در مرحله نسخ و جذب آیات خدا رو دریافت کنیم از طریق تلاوت رسول اکرم. و ما میتوانیم با نیروی اراده‌ای که خدا به ما داده، البته با پاداش و مکافاتی هم که با اون میآید، اونقدر گل و اونقدر لای و غبار روی آینه اندود و هموار کنیم و انبار که هیچ نوری از خورشید بر این سخت سنگ شده و گل‌آلود شده انعکاسی نداشته باشه. شیطان انعکاس نور سیاه بر باطلاق آینه است. از کجا می آید این نور؟ از طرف خدا. آیا دیده می شود یا خیر؟ حتما دیده نمی شود. تصویر زشت خورشید از کجا می آید؟ پرتو خورشید از خورشید می آید. در آب گلالود تبدیل به یک شکل بدشکل مهیب وحشتناک می شود. شیطان در اونجا به وجود میاد، در آب گلالود. اما آیا مستقل از خورشید به وجود می آید؟ ابدا چنین نیست. همون تصویر زشت هم پیامبر خورشید است. تصویر زیبای آب زلال هم پیامبر خورشید است. هر دو پیامبر از یک خورشید آمدن. یکی در آب زلال به زیبایی خورشید رسیده است و دیگری در آب جلالو به زشتی شیطان. در تمام این تشبیهات و تمثیلات یک اصل باید رعایت بشود و دقت بشود که شرک به وجود نیاید، که شیطان دارای قدرت مستقل از خدا نیست. شیطان در مثال اشاره به معلول اعمال ارادی زشتی است که ما انجام میدهیم و مرض فزاینده ایجاد میکند. از یک شیطان ده شیطان، از یه ده شیطان هزار شیطان در وجود ما بنا میشود و همینطور در وجود دیگران.
و در واقع در تعاون و تشارک این شیاطین است که انسان دین شیطان پرستی رو میپذیرد. اما پایه و اساس دین شیطان پرستی به عنوان عکس العمل عمل انسان تلقی میشود. هم عمل و هم عکس العمل رو خدا آفریده است و شیطان در آفرینش سهمی ندارد، بلکه شیطان عبارت است از شرایط و حالاتی که نیروی ارادی ما در جهت سرکشی و اسیان و فسق و طغیان با خدا موجب ایجاد کردن آن برانده است. در آیه 102 اشاره موجود اختیار در پذیرش شیطان و رحمان شده است و میگوید که ایشان پیام شیطان رو خریدند و اکتساب کردند و ایشان حتی نبوت رو هم آزمایش کردند و نپذیرفتند. یعنی در سه مرحله، یکی نهادینه کردن دین در فطرت انسان، دو تذکار بر بیدار کردن و پاک کردن این آینه غبارآلود، و مرحله سوم ورود شیطان در تخریب همه ارزش ها به عنوان نماینده، به عنوان پیامبر، پیامبری که محصول و معلول کار منطوست. حتی در این مرحله سوم هم به پیامبری به نام شیطان دستور داده شده است در قانون هستی، در نظام هستی، که خودتو معرفی کن که تو کی هستی. این همه نعمت با خدا آوردی، این همه نیروی سحر و جادو آورده ای که همه حقیقت ها رو وارونه می کنی، همه اصل ها رو نااصل نشان می دهی، همه حقایق رو مجاز نشان می دهی، همه مجاز ها رو حقیقت نشان می دهی، و بالاتر از همین به صورت یک علم در آوردی و در اختیار نوع بشر قرار می دهی. این قدرت عجیب، قدرتی که به جادوگران فراعنه مصر یاد داده بود، همین شیطان، و اشاره به چوب می کردن و تبدیل به مار می شود، یا در ذهن بیننده مار رو وجود می آمد. این نیرو یک علم است، به دیگران هم می آموختن شاگردان شیطان و امروز هم وجود دارد. فکر میکنم در برنامه های گذشته به موضوع تصرف روح و در واقع اشغال قدرت تصمیم گیری و اینها اشاره شد، باز هم اشاره خواهیم کرد. علم است سر، اما در این مرحله سوم هم که آخرین آزمایش بشر است، به شیطان گفته شده، چه شیطان درونی من باشد چه شیطان درونی تو باشد نسبت به من عمر شده است، خودت رو معرفی کن و هدف از این کار رو بیان کن و بگو که این علم فتنه، علم سحر، علم جادو، علم تبدیل یقین به مجاز، علم اینکه انسان همه چیز رو مشتبه و مخالف ببیند، علمی که ارزش ها رو زیر و رو می کند و همه بدی ها رو خوبی نشان می دهد و همه خوبی ها رو بدی نشان می دهد، تجلیل از کفر و بی‌عفتی و تحقیر عفت و تقوا، همه اینها پیام های این پیامبر است. میگوید حتی در زمانی که با این قدرت به خلق مراجعه میکنیم، یک مسئولیت در تو وجود دارد و باید اطاعت کنی و اطاعت میکند. بگو برای چه آمده. و به این خاطر است که در آیه 102 میفرماید که و ما یعلمان، و هیچ کدام از آن دو، شیطان یا دو فرشته، به کسی چیزی یاد نمیدن، من عهدم، که چیزی که در اینجا باید یاد بدن البته سحر و جادوست و علم کفر و علم سحر. میگوید این رو به هیچ کس یاد نمیدهن حتی یقولا، مگر تا زمانی که اظهار کنند و اقرار کنند که انما نحن فتنتون، که به درستی و قطعا بدانید که ما فقط برای فتنه آمدیم و این علمی هم که به شما می آموزیم علم فتنه است.
در آیه شماره 103 میگوید که اگر ایشان ایمان به آیات الهی آورده بودند و از قدر و توان و اختیار و امکان خود بهره گرفته بودند و پذیرای تذکار طبیعی و فطرت خود بودند و صدای آشنای درون قلب خیش را می شنیدن و اگر آینه فطرت خود رو صیقل زده بودند و اگر تقوا می ورزیدن و اگر این حقایق را در آینه معرفت فطرت خود می دیدن و می دانستن، یعنی منافع واقعی و حقیقی خود رو تشخیص می دادن، خیر ایشان از سوی حضرت حق بر ایشان عنایت می شد. به عبارت دیگر آیه شماره 103 به ما می گوید اون چیزی که مانع وسوسه شیطان می شود و اون چیزی که در انسان باعث می شود که پیشنهاد شیطان رو دریافت نکند، هدیه‌ای که شیطان می آورد دریافت نکند، در دام شیطان اسیر نشود و وسوسه او رو نپذیرد، در آن وسوسه‌ای که شیطان می کند می گوید که من برای فتنه آمدم البته، ولی در این حال من علمی با خودم آوردم که این علم من سلطه بر قلب‌های افرادی و میتوانم مجاز و حقیقت رو در ذهن مردم مختلط و مخدوش کنم. من رو به عنوان پیامبر بپذیرید و میپذیرم. میگوید اگر هروئین پخش میکنیم، مثال عرض میکنم، بگو که این معتاد میکند. میگویم فهمیدم. کجاست اون هروئین؟ زودتر به من برسن. میگوید تو اگر از مرزهای عفت و تقوا خارج بشوی ممکن است که سقوط کنی و ممکن است ارزشهای تو از بین برود، ممکن است به جهنم بروی. اما چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که تو بتوانی که هر چقدر میخوایی در زندگی شرارت کنی یا هر چقدر میخوایی شهوت رانی کنی، یا به تو یاد میدهم امکان دزدی را، ولی خب بدان دزدی چیز خوبی نیست. همه این تعالیم رو میگوید و میگوید که اینها فتنه هستند، ولی اونقدر این فتنه ها شیرین است که انسان پذیرای خطر فتنه میشود و تصور میکند که از مزایای ظاهری آن بهره میگیرد و قبول فتنه میکند. قبول فتنه با رضایت انسان است. اما بعد از اینکه انسان فتنه رو پذیرفت، این موضوع برای بیننده باید خیلی دارای اهمیت باشه و به این موضوع مهم پیوسته باید متذکر و متوجه باشه که درست است که پذیرش فتنه در اراده و اختیار نوع بشر است. یعنی وقتی هاروت و ماروت در این داستان متشابهات قرآن که اگر عمری بود شاید در نشست دیگر توضیح بدهیم که چرا دو فرشته و اصلا انگیزه تمثیلی و تشبیهی این دو فرشته و مأموریت اینها چیست، چرا دو فرشته آمده هم، چرا یک فرشته نیامده است. در اون مورد توضیحاتی نسبتاً جنبی در کنار قرآن خواهم داد، ولی نمی‌خواهم که از اصل موضوع خارج بشوم. وقتی که این نیرو، این شیطان به انسان وارد می‌شود و تلقین می‌کند، تا مرحله پذیرش تلقین انسان دارای اراده و اختیار است. سه بار هم به او افتار شده، یک بار در فطرت او نهادینه شده، یک بار پیامبر رحمان برای او فرستاده شد که تذکار این آیات باشد، مصدق باشد
سراسر قرآن پر است از این واژه مصدق، تصدیق کننده چیزی باشد که بین یدی شماست، در دستان شماست، در دقت شماست، اشاره اون حقیقت میکنه، دیدار کننده اون، اظهار دهنده اون چیزی است که در دقت تو نهاد میهست، او رو دیدار میکنه. ولی نیت به خویش دارد، دیدار شد. آیا این آیات به نظر تو آشنا نمیآید؟ آیا در فطرت تو بوی از این آثار میآید؟ اونگاه بار سوم پیامبری میآید، پیامبر فتنه، پیامبر زشتی، پیامبر انحراف، پیامبری که عکس العمل اعمال ارادی نابشای ماست و به ما میگوید که من پیامبر هستم اما پیامبر فتنه هستم. یک امر به پیامبر فتنه دستور و جبر نشده است، او جبر شده است که بگوید من که هستم، من پیامبر فتنه گرد هستم و برای انتشار و بست فتنه آمدم. اما به این پیامبر دستور داده نشده است که بگوید که ایمان تو به دست توست که به من ایمان داشته باشی، باور داشته باشی، تابع من باشی، به دست توست. اما اگر تابع من شدی تمام راه های برگشت و تو مسدود خواهد شد. در ادبیات متشابهات دین اسلام که مربوط به تاریخ و مربوط به تعالیم جمعی می شود داستانی داریم به نام داستان خر دجال، اشتباهاً خر دجال می بودیم. خر دجال یعنی دجال بزرگ که اون مربوط به خر دجال معروف نمی شود. خر دجال همه دجال هایی هستند که در تاریخ وجود داشته، دارند و خواهند. خر دجال اشاره به وسیله دجال می کنند. خریست که در اختیار دجال قرار می گیرد. آلت و اینسترومنت و وسیله یک کانسپت و یک موضوعی به نام دجال است. نه اینکه دجال یک شخص باشد. شما دجال رو هیچ وقت نمی بینید حتی در داستان ها که بگویند دجال کیست. هیچ نشانی از دجال تا به حال به شما ندادن، چون دجال باعث است، خر مبعوث است، خر برگزیده اون دجال است، اما از دجال هیچ نشانی به شما نمیدن. میگویند که در زمانی که حضرت امام زمان ظهور میکنن، قبل از ظهور ایشان یک خری به نام خر دجال ظاهر میشه، اما راجع به دجال در این داستان ها هیچ نمیگویند. جوری میگویند که صفت این خر دجال است که این هم یک دروغ است، در حالی که این خر دجال به معنای صفت موصوف نیست، مثل خر سفید، خر سیاه، خر بلند، خر کوتاه، خر دجال اونطور نیست. خری است که در واقع معرف مکتب دجال است و حمایتگر و در واقع تشویق کننده و ترغیب کننده در این علت دجال است. و میگویند که این خر اونقدر زیباست و اونقدر دلفریب و اونقدر جذاب که انسان نمیتواند از دیدن این خر دل برکند. و از دیگر مشخصات این خر این است که دارای جاذبه و دارای جالبیت هست، یعنی که از هر موی او، حالا شما ببینید که یک الاغ معمولی چند صد هزار مو میتواند داشته باشد، که میگویند از هر موی این الاغ یک ترانه و یک موسیقی شیرین نواخته میشود که انسان رو جذب خودش میکند.
یعنی در واقع اشاره‌ای که در این داستان می‌کنند به نوعی طرب غیر موجه اشاره می‌کنند که زیاده از حد است و توان انسان رو از اون می‌گیرد، انسان رو تسلیم این شهوت و لذت می‌کند و مانع می‌شود که به خانه خود بازگردد و تابع این اولاق می شود و دنبال این اولاق می رود و دین این اولاق رو می پذیرد و در طمع شهوت می افتد نسبت به اون چه که گوش او رو بیش از حد نوازش می کند و زیبایی این اولاق و این نغمه های شورانگیزی که از موهای این اولاق برمی خیزه و بعد در مقابل این شهوت و در مقابل این قدرت موضوع شیرینی ثروت به وجود می آید که فضولاتی که این اولاق از خود خارج می کند و فضله هایی که می ریزد این فضله ها تبدیل به فضل می شود، تبدیل به خرمان می شود. حالا شما ببینید وقتی که فضله یک اولاق تبدیل به خرمان می شود بقیه چیزهای اولاق به چه چیزهایی تبدیل می شود. نتیجتاً این که انسان هایی که این اولاق رو می بینند به صدای شیپور و به صدای خواستن و مطالبه و دعوت از خانه های خود خارج می شود و دنبال این شیطان یا دنبال این اولاق راه می افتند و محو زیبایی و شکوه و عظمت این اولاق می شود و بعد از این پشکل‌هایی که از این اولاق صادر می شود و به محض خروج از مقعد او شکل خرمان می گیرد و شیرین می شود، یعنی تلخی شیرین می شود، زشتی زیبا می شود، بیشعوری تبدیل به عقل و معرفت می شود و خلیت تبدیل به تجربه و عقلانیت می شود. همه این اتفاقات در این داستان تاریخی می افتد و انسان ها تابع و دنبال روی این خر می شوند. حالا در چار و چند قدم که می روند و اولین خرمایی رو که به دهن می گذارند شاخ در می آورند، شاخ هایی که انقدر بلند است که بعد از مدتی خر دور می شود، خرما به پایان می رسد، موسیقی به نهایت می رسد، تمام می شود، سکوت مرگ دجله را فرا می گیرد و خر ناپدید می شود. اون وقت این افراد باز می گردند به خانه های خود، ولی اونقدر شاخ های اینها دراز شده که نمی توانند به خانه ها باز گردند و بی خانه می شوند، سرگردان می شوند، آشفته و پریشان و دربدر می شوند و در واقع شهر و ولایت و قصبه خودشون بود تا قبل از ورود این خر دجال بهش بود تبدیل به جهنم میکنند. چیزی که در این آیه میگوید این است که شیطان ها خودشون رو معرفی میکنند که ما شیطان هستیم. شما فکر میکنید که این فیلم هایی که نشان میدهند این موجودات جوان و فریبنده ای رو که با انواع و اقسام وسایل آرایش میکنند و چندین روانشناس و چندین جامعه شناس تربیت می شوند که نقاط ضعف افراد رو تشخیص بدهند که بفهمند از نظر شهوانی چگونه این موجودات می توانند بر جوان ها مسلط بشوند، همه این تکنیک ها رو به کار می برند و یک دختر نیمه اوریان یا تمام اوریان رو در حالات مختلف و در فعالیت های مختلف مجانن و بدون پول نشان می دهند. اگر پیام این شخص پیام شیطان نیست، اگر نمیگوید که ای بیننده من در صدد انحراف تو هستم، آیا ما میتوانیم بگوییم پیام دیگری میدهد؟ آیا ما این پیام رو نمیشنویم؟ حتما میشنویم، اما چند نفر از ما هستند که این پیام رو میشنوند، چشم خودشون رو میبندند و راه دیگری رو برمیگزینند و چند نفر هستند که با این شیطان به تعارف و تکلف برمیخیزند، با او دوست می شوند و تبعی او می شوند. تا زمانی که ما تابع شیطان نشدیم رابطه ما با شیطان رابطه مستقل یک انسان است با شیطان،
ما می توانیم اراده کنیم که به شیطان بپیوندیم یا نپیوندیم. اما خطر این کار این است که بعد از پذیرش شیطان انسان توان و اختیار خودش را از دست می دهد. شیطان رو می شود به خانه دعوت کرد و خیلی هم راحت می شود این کار رو کرد، اما نمی توان که شیطان رو از خانه خارج کرد و او رو در واقع بی خانمان و بی مسکن ساخت. در آیه شماره 103 می گوید ای کسانی که در واقع ایمان آورده اید و کسانی که دارای باور به خدا هستید، که اشاره به مردمی می کند که در مقابل هاروت و ماروت قرار داشتن، اونهایی که از قدر و از توان و از اختیار و از امکان خود بهره گرفتن و پذیرش طبیعی فطرت خود رو قبولدار شدن و صدای آشنای درون قلب خویش رو شنیدن و تقوا ورزیدن و در مقابل این فتنه ها ایستادن و گفتن نه، ما نمیخواهیم، همه شیرینی این فتنه ها رو به تو بخشیدیم، همه این سازهای طرب‌انگیز رو به تو بخشیدیم و همه این خوردنی های شیرین و لذت بخش دنیا رو به تو بخشیدیم، ما تابع خر دجال نمیشویم و از خانه عفت و عصمت و تقوا خارج نمیشویم، شاخ هم در نمی آوریم، فریب تو خر دجال رو هم نمیخوریم. اگر چنین بود اونها در خانه های خودشون امنیت خواهند داشت و به تقوای خودشون و دریافت عنایت از خدا ادامه خواهند داد. اما اگر این شیطان ها توانستند که فتنه رو در انسان نهادینه کنند و انسان پذیرای فتنه بشود، شیطان بعد از ورود هرگز از ضمیر و از درون انسان خارج نخواهد شد. در آیه شماره 104 اشاره می کند که کسانی که ایمان آورده اید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا قولن قولوا انظرنا واسمعوا و للكافرین عذاب الیم. ای کسان که ایمان آوردید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و گوش فرا دهید و استماع کنید و برای کفر و برای تکفیر کنندگان و کفر ورزان عذاب الهی وجود دارد. در این آیه نخست گفته شده است نگویید راعنا، راعنا به مفهوم امر است، برای رعایت کردن، یعنی ما را رعایت کن، و رعایت یعنی محاسبه و حمایت ما را در تبعیض به دیگران در نظر داشته باشه. در این قسمت من با شما خداحافظی می کنم و دنباله این بحث رو به نشستی دیگر می گذارم. آن نشست بعد شما عزیزان رو خدای بزرگ می سپارم. شاد و سربلند باشید. خدا یار و نگهدار شما.